مرکز حقوق بشری آدم از مراکز مرتبط با دفتر آیت الله سید صادق شیرازی در شهر مقدس کربلا در خصوص بازسازی قبور ائمه اطهار علیهم السلام در قبرستان بقی بیانیه‌ای رسمی صادر کرد این مرکز در بیانیه خود از مقامات حاکم در عربستان خواست تا برای احترام به احساسات صدها میلیون مسلمان و همچنین برای گسترش روحیه همزیستی بین مذاهب اسلامی و رفع اسباب نفرت و در راستای ادعای مقامات پادشاهی عربستان مبنی بر آغاز عصر جدید در اصلاحات و حفظ حقوق دینی و مدنی همگان اجازه دهند تا قبور متحر ائمه بقی علیه السلام بازسازی شوند فعالان و روزنامه نگاران پیش بینی کردند که هر ساله بر تعداد زائران و عاشقان اهل بیت اسمت و تهارت علیه السلام که هر ساله به شهر مقدس سامر را سفر می کنند شود گفتنیست این کارشناسان و روزنامه نگاران اظهار داشتند زیارت شهر مقدس سامر را همچون زیارت شهر نجف اشرف به میلیونها زائر خواهد رسید بر همین اساس آستان مقدس امامین اسکریین سلام الله علیه شاهد ادامه توسعه و بازسازی مناطق مختلف این حرم مطهر است تا بتوانند خدمات بیشتری به زائران این بقعه متبرکه ارائه دهند همچنین نیروهای امنیتی و نظامی عراق در مناسبتهای مختلف طرحهای مختلفی اما از تأمین امنیت برای ثبات منطقه برگزار می کنند. سومین همایش بین المللی معرفت و رسالت حسینی با حضور اساتید و پژوهشگران حوزه دینی از ایران و عراق و چند کشور اسلامی در کربلا آغاز شد. گفتنی در این همایش یک روزه اساتید دانشگاه ها، مراکز علمی، پژوهشی و فرهنگی ایران و دانشگاه شهید بهشتی معاونت پژوهشی مرکز مدیریت حوزه های علمیه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه ها و کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین حضور دارند شاین ذکر است این کنفرانس شاهد حضور جهانی از کشورهای مختلف عربی و منطقی و شرکت تعدادی پژوهشگر از عربستان سعودی کویت، افغانستان، ایران و لبنان و همچنین فرانسه و سایر کشورها بود. این کنفرانس با تحقیق و پژوهش توصیه را در خصوص زیارت اربعین ارائه می کند که نشان دهنده یک رویداد جهانی است و اهمیت آن برای جهان اسلام بسیار لازم و ضروری است لازم به ذکر است مجموع 126 مقاله در قالب 83 مقاله فارسی 39 مقاله عربی چهار مقاله فرانسوی و انگلیسی به دبیرخانه این همایش ارسال شده است همچنین 91 مقاله از ایران و 25 مقاله از عراق به این دبیرخانه ارسال شده است در خلال هفتمین کنفرانس بین المللی که در مرکز اندیشه و گفتگو و اصلاح در بغداد پایتخت اراق برگزار شد پژوهشگران و فعالان حاضر در این کنفرانس بر لزوم تمسک به سیره مولای متقیان حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام تأکید کردند. این کنفرانس که با شعار اصلاح در نهج البلاغه برگزار می شود شاهد حضور دهاتن از اساتید، پژوهشگران و فرهنگیان از و نقاط مختلف عراق و دیگر کشورها بوده است در همین راستا شیخ مجید العقابی مدیر مرکز اندیشه گفتگو و اصلاح طی اظهاراتی در این باره گفت کنفرانس سالانه امسال با حضور پرشور میهمانان و شرکت کنندگان نسبت به سال گذشته برگزار شد شان ذکر است بسیاری از حاضرین مقالات و پژوهش های خود در این باره را با خود همراه داشته و به دبیرخانه دبیرخانه کنفرانس ارائه کردند وی در ادامه افزود هدف اصلی از برگزاری این کنفرانس معرفی بیش از پیش میراس اهل بیت علیهم السلام و در رأس آن حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام و کتاب مقدس نهج البلاغه می باشد. سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده از مراکز مرتبط با بنیاد آیت الله عزما با صدور بیانیه رسمی خواستار پایان یافتن خشونت در سراسر جهان شد این سازمان در بیانیه‌ای که خطاب به سازمان ملل متحد منتشر شده است اعلام کرده در حالی که جهان شاهد درگیری و جنگ در مناطق مختلف می باشد لازم است سازمان ملل متحد برای پایان یافتن این خشونت ها گامی مؤثر بردارد این بیانیه در ادامه افزود متاسفانه شاهد افزایش روزافزون اختلافات درگیری ها جنگ و نبر در نقاط مختلف خاورمیانه و اروپای شرقی هستیم و این امر موجب شده حقوق بشر زیر سوال برود و به خطر بیفتد این بیانیه در پایان افزود کشورهای مختلف باید دست در دست هم دیگر بدهند تا برای پایان یافتن درگیری ها در خاور میانه و اروپای شرقی گامی مؤثر برداشته شود زیرا در این جنگ ها نه پیروز وجود دارد و نه شکست خورده و در واقع هر دو طرف متضرر خواهند شد در نتیجه بهتری راه برای یا پایان یافتن به این درگیره ها گفتگو و مذاکره است آستان مقدس عباسی روز جمعه برابر با سی و یکم فروردین جشن مرکزی دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های عراقی را در قالب برنامه های متنوع برگزار کرد. گفتن این سیم مراسم با حضور بیش از 4500 دانشجو از 54 دانشگاه دولتی و خصوصی در عراق با عنوان پسران الکفیل برگزار شد. لازم به ذکر است مدیریت مجتمع حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام از دانشجویان شرکت کننده در چهارمین جشن دانش آموختگی مرکزی ویژه دانشجویان دانشگاه های عراقی استقبال کرد. همچنین اماکن وابسته به آستان مقدس عباسی ویژه اسکان دانشجویان نیز از جمله شرکت کنندگان در این جشن بودند خبری درباره مسلمانان اویغور در چین بنیاد غیر انتفاعی الیویزل به دنبال افزایش آگاهی در مورد نسل کشی اویغورها در چین اقدام به برگزاری کنفرانس بین ادیان نمود شرکت کنندگان در این کنفرانس دو روزه بین ادیان در مورد نسل کشی اویغورها توسط دولت پکن صحبت کردند. شاین ذکر از صدها هزار اویغور در چین در معرض بازداشت کار اجباری و پاکسازی فرهنگی قرار گرفتند. چین نقض حقوق بشر را رد می کند و می گوید محدودیت های اعمال شده بر اویغورها برای مقابله با افرادگرایی مذهبی و تروریسم است. شاینه ذکر است در سال 2023 این بنیاد کمک های بلاعوض صدها هزار دلاری را در حمایت گروه اویغور به آنها اختصاص داد و خبری از بحران ناامنی غذایی در افغانستان گزارش سالانه سازمان ملل برای افغانستان نشان می‌دهد تقریباً 15 میلیون و 800 هزار نفر در این کشور با ناامنی غذایی و شرایط استراری و آسیب پذیری مواجه خواهند شد این سازمان تایی بیانیه اعلام کرده تلاش خستگی ناپذیر این سازمان و شرکای آن برای رسیدگی به مسائل در افغانستان همچنان با چالش‌های پیچیده مواجه است. این بیانیه همچنین در ادامه افزود میانگین امید به زندگی در پنج سال گذشته در افغانستان کاهش یافته است این سازمان در پایان بر ضرورت رعایت اصول حقوق بشر و اهمیت متعهد ماندن به برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان در سال 2024 در این کشور تاکید کرد وزارت حج و عمره عربستان از حدود دو هفته پیش سیستم تعیین شده برای ارائه درخواست حج و عمره از سوی لبنانی ها را به حالت تعلیق درآورد که موجب محروم شدن بسیاری از لبنانی ها شد در حالی که هزینه بلیت سفر و هتل و حمل و نقل در عربستان توسط متقاضیان لبنانی پرداخت شده بود قرار بود که سفرهای حج عمره شهروندان لبنانی طبق معمول با آغاز ماه شوال پس از عید فطر آغاز شود به گزارش روزنامه الاخبار لبنان بعد از تماس با سفارت عربستان در بیروت این سفارت پاسخ داد که اطلاعی در خصوص توقف سیستم وزارت حج و عمره برای لبنانی ها را ندارد همچنین سفارت عربستان هیچ قولی نیز برای حل این مشکل نداد که این موجب اعتراض برخی از شرکت های فعال در زمینه کاروان های حج عمره شد به خصوص که برخی از لبنانی ها متقاضی حضور در حج عمره از افراد کم درآمد بودند برخی از شرکت های لبنانی فعال در زمینه حج عمره به دنبال تماس با شرکت های هواپیمایی به خصوص خطوط هوایی الشرق هستند تا این شرکتها شرایط متقاضیان حج عمره در لبنان را درک کنند و بلیت های پرواز آنها که هزینه اش پرداخت شده است را باطل نکنند و اما خبر پایانی امشب با آغاز فصل بهار ما میزبان ویروس های فصلی متنوعی خواهیم بود که یکی از این ویروس ها واریسلا زوستر یا همان آبل مرغان است که از ابتدای فروردین سر و کله این ویروس پیدا می شود و معمولا تا عواست تابستان ادامه می علت شیوع حد اکثری این بیماری در اوایل سال این است که در این برهه زمانی رطوبت هوا بسیار زیاد است و شرایط مساعدی را برای گسترش و انتشار ایجاد می کند. گفتنیس آبل مرغان باعث ایجاد بوسورات پوستی لکه های قرمز و خارشدار می شود که به تاول های پر از مایه تبدیل می شوند و برای مدتی بیمار را اذیت می کنند. مرحله آخر این بیماری خشک شدن مایه درون تاول ها و پوست پوست شدن بوسورات و در نهایت بهبودی آنهاست لازم به ذکر است کودکان بیشتر در معرض ابتلا به این ویروس هستند و اگر با فرد آلوده در تماس باشند به سرعت بیمار خواهند شد و حدود دو هفته بعد اولین علائم را نشان خواهند داد از آنجایی که آبل مرغان بسیار مصری است کودکی که به آن مبتلا است باید در خانه بماند و استراحت کند تا زمانی که بوسورات از بین بروند و تمام تاولها خشک شوند